سلام بر شما که همراه هستید در روشن کردن چراغ دیگه ای از سلسله برنامه‌های چل چراغ. امیدوارم که روشنی میهمان سفره پرمهر خونه‌هاتون باشه و همیشه خدا آرزوهای شیرینتون به واقعیت تبدیل بشه. درود به شما بیننده عزیزی که از میان برنامه‌های مختلف فارسی زبان برنامه خودتون رو برای تماشا انتخاب کردین. برنامه‌ای که تلاش می‌کنه تا با تکیه به وجدان جمعی و شعور گروهی مسائل مختلف جامعه‌ای که توش زندگی می‌کنیم رو بررسی کنه. شاید خیلی از شما عزیزان با این برنامه از قبل آشنایی داشته باشین، اما برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع بینندگان این برنامه اضافه شدن، باید بگم که تردیدی نیست که ما خودمون رو مفتخر می‌دونیم به اینکه معتقدیم مخاطبین این برنامه افرادی هستند که به تغییر باور دارن. تغییر همون گمشده‌ایه که همه مردم جهان بهش نیاز دارن. تغییر از حال بد به حال خوب. دو نفر که شاید هیچ وقت فکر نمی‌کردن کارشون به اینجا برسه، اگه وقت میشینن دو نفر دارن از هم جدا میشن، یه نگاه عاقلن در صفی بهشون مینداختن و میگفتن یعنی واقعا مطمئنین هیچ انگیزه‌ای برای ادامه دادن با هم ندارین؟ روزها میگذره، شبها میگذره، دو نفر که حالا به هر روشی دستاشون رو به هم دادن تا یه زندگی مشترک رو شروع کنن، توی پیچ و خمهای زندگی از کنار دره‌ها و پرتگاه‌ها، از توی جاده‌های خشک و بی‌آب و علف اقتصادی، از سنگلاخ‌های زندگی استیجاری و قرقر صابخونه، از هیجان بچه دار شدن گذشتن، یه نیمه شب با یا یه وقتی بی خود و بی جهت نگاه میکنی به بغل دستیت، میبینی انگار طرفتو نمیشناسی، از خودت میپرسی این کیه؟ من زندگی و جوانیمو پای کی گذاشتم؟ هرچی فکر میکنی میبینی چیزی برای دوست داشتن درش سراغ نداری، از خودت میپرسی این همونیه که من حاضر بودم براش هر کاری بکنم؟ آیا واقعا این همون کسیه که فکر میکردم نیمه گمشده منه؟ این همونیه که یه زمان به حلاوت عسل بود؟ پس چرا الان با یه تون عسلم نمیتونم بخورمش؟ با خودت فکر میکنی اصلا به هم نمیای، سر بر میگردونی به عقب که انگار اون قدیما چقدر به هم میومدین، میری سراغ آلبوم عکس‌ها و میگردی دنبال دلیل اینکه چی شد و کجا شد که دیگه اون کسی که بود دیگه نیست، اما دستت همیشه درازتر از پاهاست. دنبال بهونه ای چون احساس میکنی به خودت خیانت کردی، به خودت دروغ گفتی، میبینی کلی آرزو و برنامه، کلی رویای رومانتیک، میبینی اصلا جوونیت رفته رو هوا، فکر میکنی چه کلایی سرت رفته، دنبال عمق فاجعه میگردی، میری تو خیابون، میری میبینی همه خوشن، هر کسی دست یکی رو گرفته آورده کافی شاپ، قهوه خانه، کافه، جنگل، کنار دریا، میبینی همه با هم میگن و میخندن، پس چرا تو اینطوری؟ یادت نمیاد که این روزها رو خودت هم قبلا داشتی و تجربه کردی، حواست به سن و سال اونا نیست، با خودت میگی چرا پس من تنهام؟ چرا نتونم با کسی که دوستش دارم برم بیرون؟ اینجا یهو به یه مسیری میرسی که چندین و چند راه داره. حیرونی کدوم رو انتخاب کنی؟ بری واسه خودت یکی رو پیدا کنی و بی خیال واژه خیانت؟ بری ازش جداشی و بعد بری یکی رو پیدا کنی که عذاب وجدان نداشته باشی؟ بری و بسازی؟ حالا هر طور که هست، هر طوری که میشه، بری و بری و بری و به هیچ نتیجه نرسی، یه لحظه صبر کن، به یاد بیار که ما به تغییر اعتقاد داریم. حتی مرده ی آدم تغییر میکنه، چه برسه به زندش. برمیگردیم و با ذره بین چاقوی مخصوصمون میریم سراغ موضوع. طلاق یعنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از هم. طلاق معمولا وقتی اتفاق میفته که استحکام رابطه زناشویی از بین رفته، بین زوجه ناسازگاری و تنش وجود داره. حالا ممکنه این حالت توی هر شرایطی پیش بیاد، با بچه، بدون بچه، با موافقت و توافق طرفین، با اجبار یکی، با مخالفت خانواده ها، با حمایتشون. ما با این بخش ماجرا فعلا کاری نداریم، میخوایم ببینیم که این چه حکایتیه که تو جوامع امروزی افتاده به جون بشر. چرا دو نفر که تصدق هم بودن کارشون میرسه به جایی که نه تنها چشم دیدن هم دیگر رو ندارن، که تا جایی که راه داشته باشه میخوان طرف مقابل رو بچزونن.
با اینکه ما توی برنامه شما نمیخوایم زیاد دنبال آمار و ارقام و اعداد باشیم، ولی توی این موضوع خاص برای روشن شدن عمق فاجعه بد نیست یه سری به آمار بزنیم. بر اساس آمارهای 2 تا 3 دهه گذشته در آمریکا، تا سال 1988 از هر 3 ازدواج یکی به طلاق می‌رسیده و این نسبت در سال 1989 به 2/3 رسیده، یعنی 2 طلاق به ازای هر 3 ازدواج. کی؟ چیزی حدود 25 سال اخیر. آمار برای تهران میگه که 40% ازدواج‌ها به طلاق منجر میشن. صد البته چیزی که شما در تهران میبینی بیشتر از این اعداد و ارقامه. یعنی در حال حاضر ما که هر چی سر میچرخونیم و میبینیم که 2 نفر دارن از هم دیگه جدا میشن. 2 نفری که وقتی یاد جیک جیک مستونشون میفتیم حالمون به هم میخوره از این وقت زمستونشون. به نظر میرسه سن یکی از مهمترین نکته های حساس توی طلاقه. مثلا توی آمریکا بیشترین طلاق با نرخ حدود 40% برای زنهایی اتفاق میفته که بین سن 20 تا 24 سالگی ازدواج کردن. جالب اینه که همین آمار برای مردها هم صادقه. میدونم یاد چی میفتی، یاد عشقهای تینیجری، یاد دوستیهای کالجی و دانشگاهی، یاد سالن‌های دانشکده، قدم زدنها و فکر و خیالها. هر کی یکی رو میخواست. چرا؟ چون بنا به دلایل مختلف فضای عاشق شدن پیش نیومده بود. چون محدودیت‌هایی وجود داره همه جا. نه اینکه فکر کنی این محدودیت‌ها فقط و فقط در ایران مطرح میشه، اینطور نیست. هر جا محدودیت یه معنایی پیدا میکنه، فرقی هم نمیکنه کجای دنیا باشی. وقتی سرت رو لابلای دفترچه خاطرات فرو میکنی، وقتی فیلم زندگیت رو به عقب برمیگردونی، یه قیافه جلوی چشمات حرکت میکنه که به نظرت الان زیاد آشنا نیست. وقتی میشینی و خوب فکر میکنی میبینی آه این همون کسیه که فکر میکردی نیمه گمشده توه. با خودت میگی کجا دوباره گمش کردم. دنبال مقصر نگرد. خیلی از طلاقها دلیلش نه تو هستی نه اون. مقصر خیلی از طلاقها هیجانه. میخوام بپرسم یادته بهتون گفتن شما به درد هم نمیخورین؟ دوستی خیابونی به درد ازدواج نمیخوره؟ ازدواج باید سنتی باشه؟ یادتونه واژه‌ای مثل ازدواج اینترنتی چقدر براتون زخم زبون بود؟ یادتونه میگفتین که با همه فرق دارین، شما خیلی همدیگر رو دوست دارین. یادتونه میگفتین مگه ازدواج‌های سنتی به طلاق ختم نمیشه؟ این همه سوالای شما بود. راستم میگفتین، واسه همین همه یه طوری با مسئله کنار میومدن، اما شرایطی میذاشتن. شرایطی که الان طرف مقابل باید تاوانش رو پس بده. میگی پس بده به درک. ببینم اون روزا چیز دیگه‌ای میگفتی نمیگفتی؟ ها، ما با بقیه فرق داریم، ما نمیتونیم دوری همو تحمل کنیم. من بدون اون، اون بدون من، یعنی مرگ. چقدر گوشه دفترچه خاطراتت رو با نوشتن اسم اون به تکرار سیاه کردی. ببینم چند نفرتون رفتین و اول اسمش یا همه اسمش رو روی بدنتون خالکوبی کردین. یادت حقوق 1 ماهت رو رفتی و تمام و کمال گل خریدی، از جلوی در خونهشون تا سر کوچه رو گل چیدی، زنگ زدی بهش گفتی بیا سر کوچه کارت دارم. یادت هست اینا رو؟ یادت چقدر رومانتیک بازی داشتین؟ خب معلومه که یادت نمیاد، معلومه که چشماتو بستی، معلومه که میگی اون موقع اشتباه کردم، اون موقع گرم بودم و حالیم نبوده. اتفاقا میخوام بهت بگم الان گرمی و حالیت نیست. درسته که به خاطر بالا بودن نرخ طلاق این مسئله تبدیل به یه اتفاق خیلی ساده و پیش پا افتاده شده، ولی واقعیت اینه که اینقدرها هم که تو فکر میکنی این مسئله عادی نیست. نباید اینطوری فکر کنی، چون این اتفاق عمومیت پیدا کرده پس هیچ ایرادی توش نیست. من کاری ندارم که تو زن طرف این دعوایی یا مرد طرف این دعوا، هر کدوم که هستی وجدان و انسانیتت رو فراموش نکن. بذارین حرفایی که به قاعده باید اینجا زد رو بذارین برای آخر، یا اون رو بذارین برای یه برنامه مجزا. بذارین بریم سراغ اتفاقهایی که بعد از طلاق گرفتن میفته. اینکه یهو ناگهان همسرت نباشه معمولا موجب بروز استراب یا هراس میشه. البته ممکنه افراد بعد از طلاق احساس خوشحالی داشته باشن. جدیدن که مرسوم شده طرفین بین رفقا شیرینی پخش میکنن، حتی عده طلاق پارتی را میندازن، میرن یه باقی و یه مش آدمو دور هم جمع میکنن که جدا شدن 2 نفر رو جشن بگیرن، احتمالاً با کسای دیگه ای هم توی جشن آشنا بشن. نمیخوام روی این کار ارزش گذاری کنم، هر کس با وجدان خودش قضاوت کنه که آیا واقعا یک زندگی مشترک میتونه اونقدر افتضاح باشه که جدا شدنش به یه همچین بزمی احتیاج داشته باشه. شاید طرفدارهای این قبیل جشن و پایکوبی ها، ایجاد انگیزه برای فراموشی،
ایجاد شانس آشنایی با آدم‌های تازه، روشن فکر بودن طرفین و دوری شدن از دعوا و خیلی شعارهای دیگر رو مطرح کنن. ولی یادمون باشه چه عنوانی رو برای جشنمون داریم انتخاب می‌کنیم. اینکه ما یه کار شاد رو بندازیم به انتهای یه کار ناراحت کننده، از منظر مسائل اجتماعی در اصل داریم اون نابهنجاری اجتماعی رو طبیعی می‌کنیم. نباید کارهای بد طبیعی بشن. ما در برابر هم مسئولیم. یادتونه که چه قرارهایی با هم گذاشتیم؟ به هر حال جدا شدن طرفین از هم تا مدتی ممکنه موجب ضرر و زیان‌هایی باشه. با اینکه مسائل اقتصادی یکی از مهمترین دلایل طلاق عنوان میشه، اما این عامل بعد از طلاق تازه گردن طرفین رو میگیره. در ایران پسر باید بود دوی پی تأمین مهریه، در خارج تقسیم اموال. اما حتی دختری که مهریه‌اش رو تمام و کمال میگیره بیشترین ضرر رو از نظر اقتصادی متحمل میشه. چرا؟ صبر کنیم برمیگردیم بهتون بگم. بسته یه زن داره، له میشه شوهرش دست به زن داره، عشقان دیگه و اون شده سوژه شعرش، الان بارداره و کبود گوشه چشمش، زندگی نکبت با ترس و دل هره، به گفته شوهرش باید درس و ول کنه، و خودخواهی تنها حس مرده، رفتار میکنه با زنش مثل برده، یه ها علکی میزنه جنونش به سرش، و اون بانون رسیده جونش به لبش، مستقیم خانومه میره به دادگستری، ترسیده میره با عجله بیتاب و سری، میره داخل اون از ورودی خواهران، که این لحظات میگذره مثل خواب، الان اینجا بن‌بسته، تاریک آخر خطه واسه انجام کاری که باورش سخت، حالا شده مسیرت کور راه بشه، آرزوت باشه که زندگی تو به راه بشه، و درداتو میدونم و واسه هاتو، که دل میگیره وقتی میبینی قرص ماهو، شعرهای که عشقاتو بی کسی نوش، میدونم تو عمر شب تو هم میرسی بهش، تو این دنیای خاموش که خیلی بیرحمه، چقدر خوبه که یکی حرفاتو میفهم، تا حالا شده مسیرت کور راه بشه، آرزوت باشه که زندگی تو به راه بشه، و درداتو میدونم و واسه هاتو، که دل میگیره وقتی میبینی قرص ماهو، شعرهای که عشقاتو بی کسی نوش، میدونم تو عمر شب تو هم میرسی بهش، تو این دنیای خاموش که خیلی بیرحمه، چقدر خوبه که یکی حرفاتو میفهمه. بعد طلاق یه مادر تنها با بچهش، نگران از فکر به فردا و آیندهش، با کوله باری از خاطرات بدش، و بچه در حسرت خانواده و عشق، رشد میکنه با کمبود محبت، اون بچه یه ساکت و کمروی مؤدب رو ببین، اون درونش آشفته است که کلی حرف توی دلش ناگفته است، حساش به جوش میاره خون آدمو، فکر تو پارک ببینه اون یه خونه وادر رو، که شادن و دور یه سفره جمع نشستن، و با نفرت میگه توف به سر نوشتم، توی دنیای شلوغ خیلی غریبه، از هیچکی از بچگی خیری ندیده، این آرزو نشو واسه اون برآورده، توی قمار یه تاس خون نیاورده، تا حالا شده مسیرت کور راه بشه، آرزوت باشه که زندگی تو به راه بشه، من درداتو میدونم و غصه هاتو، که دل میگیره وقتی میبینی قرص ماهو، شعرهای که عشقان تو بی کسی نوش، میدونم تو عمر شب تو هم میرسی بهش، اون دنیای خاموش که خیلی بیرحمه، چقدر خوبه که یکی حرفاتو میفهم، تا حالا شده مسیرت کور راه بشه، آرزوت باشه که زندگی تو به راه بشه، من درداتو میدونم و غصه هاتو، که دل میگیره وقتی میبینی قرص ماهو، شعرهای که عشقان تو بی کسی نوش، میدونم تو عمق شب تو هم میرسی بهش، تو این دنیای خاموش که خیلی بیرحمه، چقدر خوبه که یکی حرفاتو میفهمه، این اشعار از بین گوشت و پوست من تراوش میشه، پس گوش کن دوست من، اون زن بیوه تو قلب شکوه ها داره، که میشه حرفاش موضوع شعر ما باشه، خیلی ها هستن تو فکر سوء استفاده، حس اون زن هر روز استرابه، که نکنه توی محل انگشت نماشم، پس بهتره بین این مردم نباشم، اون زن از امنیت فرسنگ ها دوره، قربانی این فرهنگ ناجوره، حتی اون که مسافر کشه از اون آینه میپادش، میخواد مزاحم بشه، و این واقعیت خیلی دردآوره، که همه میرن به طرفش با یه نیت، اونایی که همه ادعاشون ناموس و دیده باز میشن، اون تو بیدا
داری کابوس به تا حالا شده مسیرت کور راه بشه آرزو باشه که زندگیت رو به راه بشه من درداتو میدونم و غصه هاتو که دل میگیره وقتی میدینی قرص ماه شعرهایی که عشقان تو بی کسی نوش میدونم تو اون شب تو هم میرسی بهش تو این دنیای خاموش که خیلی بیرحمه چقدر خوبه که یکی حرفاتو میفهمه عشقان بی دفاع دختر بعد از طلاق در یک دوراهی قرار میگیره یا باید به خانه پدر برگرده یا باید برای خودش تشکیل خون و زندگی بده در مورد اول یا خانواده پذیرای او هستند یا نیستند در هر صورت توفیری در اصل ماجرا نداره اونجا خونه باباست و قوانین به مراتب سختگیرانه تر از دوران مجردیه چرا؟ چون توی جامعه به زن متعلقه یه طور دیگه نگاه میشه چطور؟ یعنی تو نمیدونی؟ یعنی نشنیدی؟ میگی نه؟ خودتو زدی به خواب؟ میگی اینا مال فیلم هاست میگی الان این همه زن متارکه کرده همه خوشحالن کلی دوست جدید دارن از دوستان اجتماعی بگیر تا دوستان اشتباهی یکی با یکی آشنا شدن اوورت براش خرج میکنه هر روز با یکی خوشه میره میاد همیشه میره شمال همیشه سرش به تفریح و خریده بابا بیایم و با خودمون رو راست باشیم به فرض که این طور باشه چقدر رو تا کی میتونین اینطوری زندگی کنین اصلا چند سال دیگه از طراوت و شادابیت باقی مونده که باهاش بتونی یه عده رو جذب کنی بابا مگه چند مرد رویایی این فرمتی وجود داره که نصیب هر کدومتون یکی بشه حالا گیرم با پولی که بابت مهریه دریافت کردی رفتی و یه خونه رهن کردی ما بقیه هزینه های زندگی رو چطور قراره تأمین بکنی متاسفانه اتفاقی که در بیشتر موارد میفته اینه که دختر چیزی حدود 4 تا 5 سالی میتونه تمام نیازهای عاطفی و جنسی و اقتصادی خودش رو سرکوب یا محدود کنه ولی این توانایی تا آخر عمر قابل ماندگاری نیست حالا درست که نگاه میکنی میبینی فرصت چندانی هم برای ازدواج مجدد نداره اینطوری میشه که خیلی از خانمها درگیر روابط مکرری میشن که در بهترین حالت ممکنش تبدیل شدن به معشوقه های مردان متأهله چه اتفاقی میفته این وسط برمیگردیم به چراغی که برای خیانت روشن کرده بودیم خب نتیجه همسر اون مرد متأهل خبردار میشه و در نتیجه درگیری هایی به وجود میاد و طلاق و پشت طلاق و مبارکه بفرمایید طلاق پارتی بابا این خودمونیم که داریم خونه رویاییمون رو روی خونه های ویران شده دیگران میسازیم این ماییم که مقصریم مگه خود تو به خاطر اینکه شوهر سابقت بهت خیانت کرد ازش جدا نشدی چرا داری میری سراغ زندگی یکی دیگه و میخوای یکی دیگر رو به حال روز خودت دوچار کنی البته قبول دارم از روز اول کسی فکرش هم نمی کرد که کار به اینجا برسه ولی واقعیت اینه وقتی که مرد از زنی که در رابطه کوتاه مدت باهاش هست به اندازه کافی استفاده کرد اونو یک تهدید میبینه و سعی میکنه اونو از خودش دور کنه اما ماهیت روحی و احساسی زنان به شکلیه که چیزی به نام عشق و عاطفه در وجود این صدف شکل گرفته زن به مرد وابسته شده در حالی که مرد حالا زن رو پس میزنه زن احساس سرباری و نکبتی به سراغش میاد فاصله عشق و نفرت بیشتر از ضخامت یک سکه نیست در این موارد معمولا زنها میخوان به طرف درسی بدن که تا عمر داره از یادش نره خب با این همه راه و روش برقراری ارتباط با دیگران کاری نداره خبر به گوش همسر مرد خیانتکار که برسه همه چی حله اینطوری چاشنی بمب اون زندگی رو هم فعال شده حساب کنیم اینا همه بخشایی از زندگی دو نفره که درش هیچ فرد سومی وجود نداره در طلاق ما روح حداقل یک نفر رو داریم میکشیم چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد باید بدونی که بعد از آدم کشتن بیشترین صدمه رو با طلاق میشه به یک نفر وارد کرد قبول نداری یه سری تو جامعه بزن ببین اوضاع چه قراره اما وقتی داریم در مورد ویرانی زندگی مشترکی که درش فرزندی هم وجود داره حرف میزنیم کار کمی سخت‌تر میشه سوای اینکه رسیدن به توافق برای جدا شدن چقدر سخت‌تر میشه و مسائلی از این دست مسئله ضربه‌ای که به روحیه فرزند طلاق وارد میشم در میونه
درصد البته کودکانی که والدین اونها از ازدواجشون راضی نیستن در معرض بیماری هایی مثل افسردگی یا استراب قرار دارن. اما واقعیت اینه که عموماً بچه های طلاق بعد از جدایی والدینشون دچار استراب عاطفی میشن. شاید بچه های بزرگتر بهتر موضوع و شرایط رو درک کنن، ولی حتی همین ها اگه به صورت درست و حسابی پس از جدایی والدین به اندازه مورد نیاز با هر دو طرف طلاق یعنی پدر و مادر ارتباط کافی نداشته باشن، در معرض انواع مخاطرات قرار میگیرن. این اثبات شده که کودکان وقتی که پس از جدایی هم با پدر و هم با مادر رابطه مداوم دارن در وضعیت بهتری به سر میبرن تا هنگامی که فقط یکی از اونها رو به طور منظم میبینن. طلاق هماهنگی میان والدین مثل نگهداری کودک و حل ملاقات رو در بر میگیره. از طرف دیگه شواهد نشون میده که نوجوانانی که در خانواده های تک والدی بزرگ شدن بیش از همسن و سالان خودشون در خانواده های دو والدی به سمت رفتارهای پرخطر تمایل دارن. رفتارهایی مثل مصرف دخانیات و الکل، خشونت، روابط جنسی ناامن و اقدام به خودکشی. دنیا با روند صنعتی شدن به سمت فرصت‌گرایی حرکت کرد. امروزه با استناد به آمار فقط در کشوری مثل ایران روزانه 381 زندگی به طور رسمی دچار فرودپاشی میشه. خیانت، مشکلات جنسی، تورم و اعتیاد مهمترین دلایل طلاقن. حالا ببینید چرا ما اینقدر میگیم مسائل اجتماعی به هم وابسته است. این که میگیم در مسائل اجتماعی باید از برخورد ساده دو تا چارتایی دست کشید همینه. اینجا دو تا بعضی وقتا میشه خیلی تا، بعضی وقتا میشه یکی، بعضی وقتا میشه روح و جان آدم ها. به روح و جان مطلب نگاه کنیم میبینیم که تقریبا همه قوانین از زن انتظار دارن که بسازه. این که درسته یا غلطه به کنار، این واقعیت که بیشترین ضرر رو بعد از طلاق زن میبره یه مطلب قابل تأمله که دیگه نمیشه این رو کنار گذاشت. دوران زندگی مرد و زن به دوره های مختلفی تقسیم میشن که اگه یه زندگی مشترک از دوره 5 ساله اول به سلامت عبور کنه شانس بیشتری برای بقا داره. آمار میگه از هر 4 ازدواج در کشور یک ازدواج در سال اول زندگی به طلاق ختم میشه. این یعنی انتخاب‌ها چقدر تحت تأثیر جو ترشح هورمونی بوده. این یعنی ما داریم چشم و گوش بسته میریم و تن به یک زندگی مشترک میدیم. به مجرد کامروایی همه چیز به تیراژ میرسه. در واقع باید یقه نهادهای مسئول در عمل آموزش رو گرفت که شما در کنار بی نهایت دانشی که شاید اصلاً به درد محصل نخوره، در کنار این بمباران اطلاعاتی که اون ازش داره بهره میبره، اون فرمول و قوانین ریاضی و جبری که تو مخش میکنی، چقدر داری به آموزش و مهارت‌های زندگی براش وقت میذاری، چقدر به اینا توجه کردی. رسماً در کشور ما هیچ نهادی مهارت‌های زندگی رو به نسل جوان آموزش نمیده و این مسئله کنار مشکلاتی از جمله مهیا نبودن امکانات زندگی باعث میشه تا بسیاری از ازدواج ها در سال اول زندگی به طلاق ختم میشه. اون وقت میگه چرا بابا اینجوری شد؟ بابا این خودتی که داری با پخش فیلم های زرد خوراک اطلاعاتی نادرست رو به ملت میرسونی. آقای رسانه ملی، آقایان سینماگر، شما فیلمی میسازین که یه جوون نهایتاً 27 ساله درش مدیرعامل یه کارخونه بی سر و ته، از اون طرف یه خانم مهندس موفق که به زور 25 سالشه مدیر یه پروژه چندین میلیاردیه. توهم در توهم، این میره پنتهاوس اون دعوا، اون میاد پنتهاوس این دعوا، توی این دعواها عاشق هم میشن، تو همین عاشقی از هم متنفر میشن، طلاق میگیرن به همین مسخرگی. یعنی چی خوب؟ بابا چرا دروغ به خورده ملت میدین؟ کدام جوان 27 ساله اون هم اون همه امکانات داره؟ باور کنی آدم هر چی ببینه دلش میخواد. الان همه میخوان یه شبه راه 100 ساله رو برن، همه میخوان مایه‌دارهای میلیاردی باشن و مقصر آموزش‌های غلط از توهماتیه که فقط و فقط توی فیلم‌ها میشه دید. انتظار جوانها رو از هم میبرین بالا و بعد که میرین توی زندگی مشترک میبینن که چی؟ نه اینجوری ها نمیشه. نمیشه با نون خشک عاشق بود، نمیشه نون خشک گذاشت توی سفره.
دیگه نوشتن نامه و شعر و نقاشی عاشقانه راهی به جایی نمیبره. یه سال که میگذره با کمرهای خم از فشارهای زندگی سر از دادگاه و دادسرا در میارن که الا و بلا ما تفاهم نداریم. چطور توی همین مدت کم به این نتیجه رسیدی؟ چون طرف قولهایی داده بود که الان یادش نیست، زورش نمیرسه دیگه هر روز گل بخره. میدونی مشکل چیه؟ ما مصداق ضرب المثل مونیم، دوری و دوستی. وقتی که تا گردن رفتی زیر قرض برای مخارج عروسی، عروس خانم چرا انتظار داری بازم یه روز با یه شاخ گل بیاد پیشت؟ وقتی کامت رو از عروس برداشتی پشتت رو میکنی بهش، چه انتظاری از عشق داری شاد و مات؟ بابا بیاین به عوض حرف‌های بیخود و بهانه‌گیری‌های بچگانه ببینین اصل مشکل کجاست. شمایی که بچه دارین اما چرا اینقدر خودخواه باشین؟ یعنی اون نفر سوم چه گناهی کرده؟ آدم‌ها اول جوون‌ها رو با وجود اینکه همدیگر رو دوست ندارن به عقد همدیگه در میارن و بعد از اینکه اونا نمیتونن یکدیگر رو تحمل کنن تعجب میکنن. تولستوی میگه آخر چطور میتوان با کسی زندگی کرد بدون اینکه عاشقش نبود. ما میگیم گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. تا هفته آینده شب خوش، مراقب خودتون باشین.